سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال من. امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. البته این ویدیو شبیه ویدیوهای قبلی نیست که من در مورد زبان انگلیسی درست میکردم. من تقریبا بعد از 2 سال دوباره برگشتم به یوتیوب و میخوام که فعالیتم رو آغاز کنم. در این ویدیو میخوام در مورد چیزایی صحبت کنم که باعث شدن من نتونم فعالیت یوتیوب رو ادامه بدم و در آخر ویدیو میخوام در مورد ویدیوهای آینده که قراره درست کنم باهاتون صحبت کنم. خب بریم و بیایم که صحبتمون رو شروع کنیم سریع. واقعا الان احساس میکنم که برگشتم به حس و حال همون موقع که ویدیو درست میکردم. حس و حال خیلی عجیبی داشت اون موقع. تقریبا پاییز سال 1399 بود که من و داداشم آریان تصمیم گرفتیم که استارت یوتیوب رو بزنیم و فعالیتمون رو در یوتیوب شروع کنیم. البته سختی‌های خودش هم داشت، مثلا اوایل کار بحث سافت باکس و میکروفون و کلا این جلو دوربین صحبت کردن این چیزا خیلی سخته وقتی مثلا میخوای یوتیوب یا یه چیزای طبیعی این رو شروع کنی. بعد 1 سال و نیم فعالیت در یوتیوب، من تقریبا ترم 7 یا 8 کارشناسی بودم و داشتم برای کنکور ارشد آماده میشدم. این علت اول یا همون علت اصلی بود که من نتونستم یوتیوب رو بعد اون ادامه بدم. من تقریبا توی نقطه‌ای بودم که داشتم برای امتحان یا همون کنکور ارشد آماده می شدم و واقعا برای من خیلی سخت بود که مثلا بیام تایم بذارم روی یوتیوب. تقریبا 1 یا 2 روز تایم من رو می گرفت و از این ور هم خب باید برای کنکور ارشد آماده می شدم و خب مهم بود برام که بتونم از امتحان ارشد قبول بشم. تقریبا اون موقع بود که من دیدم که دیگه نمیتونم واقعا فعالیت یوتیوب رو مثل قبل ادامه بدم. تقریبا هر هفته یه ویدیو، بعدش هر 2 هفته یه ویدیو شد، بعدش هم که کلا دیگه ناپدید شدم. حالا ما قبول شدیم، ارشدم که داره دیگه تموم میشه، ولی من واقعا دلم برای یوتیوب تنگ شد. تنگ شده بود و تنگ شده الان که اومدم باهاتون صحبت میکنم. احساس میکنم کاریه که من هیچ وقت نمیتونم ولش کنم و از این بابت خیلی خوشحالم که الان دوباره میخوام این کار رو شروع کنم و براتون دوباره ویدیو بسازم، مسائل مختلف در بحث یادگیری و آموزش زبان رو بهتون بگم و این کار حال من رو خوب میکنه. واقعا دوست دارم که کمک کنم بهتون تا اون چیزی که میخواهید رو به دست بیارید. این دلیل اول بود که من در موردش صحبت کردم. حالا بریم ببینیم که دلیل دوم چی بود که نتونستم یوتیوب رو ادامه بدم. تقریبا سال تابستون سال 1401 بود، یعنی پارسال، من تقریبا همه چی رو آماده کرده بودم. دوباره میخواستم که استارت یوتیوب رو بزنم، ویدیوها رو درست کنم، که دقیقا افتاد اون موقع که تو ایران اعتراضات شروع شده بود. یعنی من از ارشد که قبول شده بودم، ترم اولمون افتاده بود اون پاییزی که کلا اعتراضات بود تو ایران. حالا اون ترم که هیچ، اصلا من نفهمیدم اون ترم چی شد، اصلا درس چی شد، دانشگاه چه جوری بود. کلا واقعا حالم خوب نبود، میخواستم شروع کنم ولی دیدم که اون لحظه که من میخوام شروع کنم همه یوتیوبرها ول کرده بودن، حداقل 1-2 ماه ول کرده بودن اکثر یوتیوبرها که ویدیو درست نمیکردن، با مردم همدردی میکردن و از این حرفا دیگه. اما خب الان خوشحالم که دوباره برگشتم. یادگیری زبان انگلیسی با فیلم و سریال، تقریبا تعداد این ویدیوها زیاده، بعدم براتون آپلود میکنم اینا رو، مثل همون فیلمای سریال فرندز و فرار از زندان و پیک بلایندرز که قبلا تو کانال گذاشتم واسهتون، اونا رو میتونید ببینید. بعد قسمت بعدی ویدیو هام در مورد کتاب‌های آموزش زبان خواهد بود، یعنی این کتابایی که کلا تو بحث یادگیری زبان هستن، میخوام اونا رو بهتون معرفی کنم، قسمتاشو باهاتون کار کنم، براتون اینجا ویدیوهاشو آپلود کنم تا شما خیلی بهتر بتونید یاد بگیرید. I'm really back and I want to start a new journey and let's learn English together. Subscribe یادتون نره، اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزن. تا ویدیو دیگه، peace out.